le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds. Bon, salam. Bon, c'est گزارش امشب زیر آسمان پاریس در طول این برنامه آشنا خواهید شد. گزارش اول روز پنجشنبه 21 ماه فوریه به مدد کن سینما که دربارش در گزارش خواهید دونست و خانم نسرین میرشب بیش از دو دهه فعال در حیطه سینما ایران در بیرون مرزها. دو فیلم، یکی فیلم رفتن ایرانی افغانی و دیگری فیلم مالاریا ساخته پرویز شهبازی نمایش داده شد. فرصتی بود هم با مسئولین هزار و خانم نسرین میرشب درباره سینما ایران، درباره این دو فیلم گفتگو بشه. بخش‌های کوتاهی رو در این گزارش خواهید دید، اونقدر که امکان تکنیک و اجازه حق تالیف برای این برنامه مقدور بود. پنجشنبه شب 21 ماه فوریه شهر کن که شهرت سینماییش غالب بر تمام امتیازات این شهر است و تالار جشنواره‌اش برای سه روز در اختیار نمایشگاه جهانی بازی‌های جمعی و نوآوری هاست، دوربین زیر آسمان پاریس به دلیل دیگری به این شهر آمده است. خانم نسرین میرشب و بنیاد کن سینما دو فیلم ایرانی و ایرانی افغانی را برای علاقمندان به نمایش گذاشتند. بنیاد کن سینما که به مدیریت ژرار کامی در تمام طول سال فعال است، به همراه خانم میرشب مبتکر چنین شبی برای مخاطبین فرانسوی هستند که شمارشان سالن سینما را پر کرد. apropos du cinéma iranien, que deviennent Moshe Makhmardar et Samira Makhmardar. و اغلبشان به سینمای ایران کاملا آشنا و علاقمندند. در سالن میرامار که در طول جشنواره کن فیلم‌های هفته منتقدین در آنجا به نمایش گذاشته می‌شود، پیش از نمایش فیلم مالاریا از پرویز شهبازی، خانم میرشب برای حاضران که به جز 3-4 نفر همگی فرانسوی هستند و در این حال آشنا به سینما ایران، سخنرانی می کند و ضمن خوش آمدگویی می گوید فیلم مالاریا ششمین فیلم بلند پرویز شهبازی است. در سال 2003 فیلم نفس عمیق او در 15 روز کارگردانان در جشنواره کن به نمایش در آمد. او اضافه می کند به نظر من پرویز شهبازی هوشمندانه و دقیق به زندگی جوانان در ایران نظر می اندازد. او همواره نگاه مشخص خودش را حفظ کرده و این همزمان با وفاداری به سنت و فرهنگ کشورش. شهبازی همیشه این استعداد را داشته که استعدادهای تازه کشف کند. در همین فیلم خواهید دید بازیگر زن ساغر قناعت برای اولین بار به جلوی دوربین رفته است. شهبازی il a eu vraiment depuis toujours le talent de découvrir des nouveaux talents. Vous allez voir ce film, l'actrice principale در ادامه سخنان کوتاه برگزار کنندگان، صحبت از آشنایی علاقمندان سینما کن با دیگر هنرمندان سینما ایران از جمله به عباس کیارستمی و دیگران اشاره دارد. در اینجا به دلیل قوانین حق مؤلف و عدم امکان فیلم برداری از اکران نمایش می توانید تیزر فیلم را ببینید تا که دیرتر گفتگوی اختصاصی ما را با خانم میرشب ببینید.
نمیذارم دست هیچ کس بهت برسه. از این جایی میریم هیچ کس پیدا مون نکنه. خوبه؟ این تهران من مسافرت چمی بگرد خدای آسمون ها خدای کهکشون ها برس به داد دل عاشق ما جوون ها بنده اون اسم شمال آریاس ای من بیرون تو سرما گیر میشی و تنها منو فهمیدی ای من تو اتاقای سوزن به دنبال یک روزن منو فهمیدی ای من در بند این دیوار سر تا سر تسلیم نشو au Festival de Venise, après il a eu le Grand Prix au Festival de Varsovie. Il a fait jusqu'à maintenant près de 40 festivals avec beaucoup de prix. در بخش دوم فیلم رفتن کار نوید محمودی را تماشا کردیم که فیلمی است افغانی ایرانی. خانم میرشب در این باره میگوید فیلم رفتن اولین کار بلند نوید محمودی است. او در 6 سالگی به همراه خانوادهش از افغانستان به ایران آمد و تا کنون در ایران سکونت دارد، اما همچنان افغانی است. او به امر مهاجرت توجه خاصی دارد. میخواهم این نکته را هم گفته باشم که در این فیلم هم باز بازیگر زن فرشته حسینی برای اولین بار به جلوی دوربین آمده است. برادر او جمشید هم تهیه کننده و این هر دو با عنوان برادران محمودی شهرت دارند. فرشته جان یادت هست اولین دفعه که ما تو را با هم دیدن از پیش چشمشان فرار کردیم؟ یادت هست؟ فرار کردیم تا به اونا بفهمانیم که ما و تو با هم نیستیم. فرشته جان ما اون روز فرار میکردیم اما نمیفهمیدیم که تا آخر تقدیر ما و تو الو آقا موسا نبی هستم. آره رسیدم تهرانو. خانومته؟ بله. ارزش شده که زن همراته یه ذره بود خرش کنه. این راه رای به اصلاح زن بچه نیست. خطرناک هست. تو رو به خدا نرید. اگه 1% هوا خراب بود یا موجش هر چیزی سیبر با میسی میگه ماره بیشه. بیا پایین. چرا؟ قبل بشین سند آقا. شما رو مسئول دیگه دارم باشه دیگه میشنن پول نداری از این درگم را ندارم. شما رو بگیر؟ شما رو مسئول دیگه چون ندارم. ما امروز تازه از افغانستان آمده سر ساختمان دستان ما رو بیر پدر و بیر مادر قاتل مثل که ایران آمده در ساختمانی که ما کار میکنیم و ما از اونجا مو برم خارج. نه تو نه خانوادش هیچ گوی خوردم نمیتونه. فهمیدی؟
خانم میرشب، بیش از دو دهه است که خدمات شما را به سینما ایران میشناسیم اینجا در کن، شهر مشهور جشنواره‌ها. ولی امشب شب متفاوتی بود. قبل از اینکه راجع به امشب صحبت بکنیم، این دو دهه رو شما چگونه گذراندید؟ خدمات شما در حد فشرده به سینما ایران چه ها بوده؟ با سلام خدمت شما. واقعیت من خودم خیلی خیلی خوشحالم که میتونم و تونستم یک قسمت کوچیکی از معرفی سینمای ایران و هنر هنرمندای ایران رو در خارج از ایران نشون بدم. با همکاری آقای کیا رستمی شروع کردیم و بعد هم خیلی خوشحالم از اینکه تونستیم بسیاری از فیلم‌های کوتاه انیمیشن کانون رو در مجموعه های اکران کنیم و یا بعدن دیویدیاش بیرون اومد که به نظر من کار خیلی خیلی جذابی بود. خیلی از این فیلم ها دوبله حتی شدن به فرانسه. بله، باید گفت که هر سال در اروپا بیش از 10 فیلم یا اکران میشه یا در جشنواره ها فستیوال های مختلف شرکت داده میشه. امیدوارم در سال آینده در جشنواره کن تا 2-3 ماه دیگه در این باره باز هم دیداری داشته باشیم. اما راجع به امشب بگید، دو فیلم ایرانی و ایرانی و افغانی. بله، امشب فیلم مالاریا به کارگردانی پرویز شهبازی رو دیدیم که واقعیت خود من بارهاست که این فیلم رو میبینم و هر بار به توانایی پرویز شهبازی پی میبرم و تبریک میگم صمیمانه. بعد فیلم بعدی که دیدیم از آقای نوید محمودی بود، فیلم اول این کارگردان هست که ایشون در ایران مهاجر هستن، مهاجر افغانی هستن و به اتفاق برادرشون جمشید محمودی به فیلم سازی مشغولن و انشالله که پیشرفتای بیشتری رو داشته باشن. به لطف شما. امشب در این سالن می دیدم که حتی 5 ایرانی نبود. گناهی هم بر کسی نیست، بی خبر بودن. اما این استقبال فرانسویان از این فیلم ایرانی، دیدم خانمی سراغ آقای مخمل بافو می گرفت، کسی دیگه برای من درد دل می کرد، فیلم های کوتاه آقای کیا رستمی. سینمای ایران به هر حال صادر شد، اگر چیز دیگری صادر نشد. بله، خوشبختانه باید گفت که بی اندازه سینما ایران در بین سینما دوستان و سینما شناسان قابل توجهه و دیدید که امشب جمعیت زیادی اینجا بود و بسیار علاقمند بودند و خیلی صحبت ها شد. آیا فکر میکنید که جدا از زحماتی که میکشید برای معرفی کردن فیلم فارسی به این سمت، آیا این اتوبان دو سمته رو حاضرید از این طرف هم فیلم هایی رو به ایران ببرید؟ فعلا من واقعیت علاقه مندم بتونم به فرهنگ و هنرمندان ایران، اگر حمله بر خود ستایی نباشه، بتونم یه سهم کوچیکی داشته باشم از نشون دادن این فرهنگ و هنرمندای ما در بیرون. برعکسش خانخوا خواهد شد. بله، اتفاق خواهد افتاد. فعلا شاید من بتونم یه کمکی باشم برای هموطنان عزیزم و فرهنگ مملکتم. باید برای بینندگان گفته باشم که این خستگی این لحظه شما خستگی های 24 ساعت است، اما لذت های هم در هنگام تشویق حاضرین، به خصوص برای فیلم پرویز شهبازی رو شاهد بودیم. با آرزوی موفقیت برای شما، دیدار بعدی در جشنواره کن. به امید خدا. من خواستم از شما هم تشکر کنم که تشریف آوردید، زحمت کشیدید آمدید و همراه ما بودید. به امید سربلندی روز به روز ایران و ایرانی هم. و حالا گزارش بعدی، دیدار با سفیر ونزوئلا در فرانسه که به سفارتخانه در پاریس رفتیم. با ایشان 7 نفر به غیر از من، مجموعاً 8 روزنامه‌نگار بودیم. دلیل اصرار من به حضور و گفتگو با سفیر ونزوئلا در واقع یک حقیقت پنهانم داشت. 2-3 هفته پیش هم با دکتر عبدالکریم لاهیجی همین موضوع رو کنجکاو بودم، و این که اگر دولت‌ها، هر دولتی، غرب، شرق، اروپا تصمیم بگیره و بخواد و بگوید که انتخابات در یک کشور آنگونه که باید صحیح انجام نشده، تا چه حد حق قانونی و دخالت داره، و اگر داره
چگونه در سال 2008 که آشکارا 3 میلیون از ملت ایران با شعار رأی من کو در مقابل آقای احمدی نژاد ایستادند، دیدیم که با دادن چند کشته، صدها زخمی و چندین ناپدید هیچ پاسخی دریافت نکردند. این کنجکاوی به اینکه دولت چه موقع میتواند تابعیت داشته باشد یا نه، امریکا، چین، روسیه، دول بزرگ و قدرتمند چگونه میتوانند قانون رو در دو زمان در دو گونه اجرا کنند، دیدار من با سفیر ونزوئلا در پاریس است. هفته پیش فرصتی برای 8 روزنامه‌نگار از جمله یگانه تلویزیون حاضر با دوربین زیر آسمان پاریس در محل سفارت ونزوئلا در پاریس با آقای هکتور میکل موچکا فراهم شد که گفتگوها و پرسش‌هایی داشته باشیم. او قبل از آنکه دیپلمات بوده باشد، استاد دانشگاه در امر جامعه شناسی و تحصیلات عالیه دارد. او میگوید: مرسی، بسی ترس مرد بروس موار در سپتی کوان دی ونزوئلا. به این گوشه از ونزوئلا خوش آمدید. من آماده یه پاسخگویی به هر نوع سوال هستم تا بدانید در کشور من چه میگذرد. ونزوئلا امروز گرفتار مسائل ژئوپلیتیک شده است. در برابر اولین پرسش که به هر حال باید راه خروجی وجود داشته باشد و آیا به امر گفتگو اعتقاد دارید و اصولاً عاقبت کار را چگونه می‌بینید، آقای میکل موچکا گفت: من گمان دارم پرزیدنت مادورو مانند چاوز به قدرت رسید و طبیعتاً جانبدار گفتگوست. یادم هست در سال 2002 من دیپلمات نبودم. در سال 2006 سفیر در صحرا و الجزایر شدم. استاد جامعه شناس در دانشگاه بودم و یادم هست کودتای انجام گرفت که اولین دو دولتی که این کودتا را شناختند به ترتیب امریکا و اسپانیا بودند. زمان آزنار را میگویم. بعدها کودتای نفتی را یادم میآید. سالهای 2002-2003 که حدود 2.5 میلیون بشک نفت استخراج میشد و این تعداد به 20,000 بشک رسید. آقای چاوز ایستادگی کرد. بر اساس قانون اساسی ما برای هر نوع گفتگو آماده ایم. امروز استراتژی کاملا فرق کرده. این واشنگتن است. ترامپ، بولتون، مایک پنس و همراهانشان که برای ما تصمیم گیری از جمله درباره ونزوئلا می کنند. سیت واشنگتن اکستومون. دونالد ترامپ، بولتون، مایک پنس. تصمیم گیری را درباره ونزوئلا و علیه دولت آقای مادورو به دست گرفتند. آقای گویدو با 98,000 رأی به عنوان نماینده برگزیده شده بود. او رئیس مجلس ونزوئلا است. اما این چگونه است؟ مثلا خود شما سر خود خودتان را رئیس جمهور کشور ایکس بخوانید. شما بدون رأی گیری، انتخابات و حتی رأی پنهانی، چگونه شما بر اساس کدام قانون امری به این مقام دست یافته اید؟ آن وقت بلا فاصله هم دول دیگر شما را به رسمیت بشناسند. باید بگویم دنیا فقط اتحادیه اروپا یا کانادا و امریکا نیست. از 184 کشور در سازمان ملل 150 دولت با ما هستند. این یک کودتا علیه حتی سازمان ملل به حساب می آید. اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، تصمیم گیری با دول دیگر یعنی واشنگتن و بروکسل نیست.
et que si les droits à décider qui sera le président de la République ne peut pas être décidé à Washington ou à Bruxelles. C'est une affaire de nous autres les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes. مردم ونزوئلا باید تصمیم بگیرند. این به ما مردم ونزوئلا برمیگردد. چه کسی گویدو را تشویق کرد؟ مشخصا امریکا. گویدو که ارتش ندارد، در وزارتخانه ها قوایی ندارد، کنترل هیچ بخشی از کشور را به دست نگرفته است. آشکارا می دانیم که سرفرماندهی و ارتش ونزوئلا به قانون اساسی سال 1999 کشور وفادار است، یعنی به رئیس جمهور ونزوئلا. تنها یک سرهنگ ونزوئلایی که بر حسب اتفاق آن هم برای مداوا در امریکا بود، تصمیم گرفت جانبدار ارتش کشورش نباشد، یعنی جانبدار گویدو بشود، و یا که کنسولگری من در میامی امریکا یک خانم دیپلمات، حالا او جانبدار آقای گویدو شده است. تا این لحظه هیچ شخصیت دولتی و مقامدار به سمت گویدو نرفته است. Son excellence, peut-être ma question. C'est Iran et Farda, c'est la chaîne de télé basée à Londres. Et je suis ex-journaliste de Voice of America qui n'a rien à voir avec cette chaîne. Et ma question, peut-être. در اینجا نوبت به تلویزیون ایران فردا رسید. من از تلویزیون ایران فردا هستم. مدتی هم در صدای امریکا بودم که ارتباطی به رسانه کاری فعلی هم ندارد. اما شاید پرسشم ساده لوحانه باشد. آیا گمان ندارید نوعی عدم تفاهم بین روسیه و امریکا دلیل وضعیت شما باشد؟ پرسش دومم این که از آنجا که آقای لاوروف آشکارا جانبدار دولت کدومی ونزوئلاست، تعجب نمی کنید که این استدلال نه پیشتر و قطعا نه فردا از آن استفاده نشد؟ مثلا در ایران در سال 2008 وقتی آقای احمدی نژاد دوست آقای چاوز همین وضع را در ایران به وجود آورد و انتخاباتش زیر سوال رفت. و سوال آخر هم این که میگویید جهان فقط اتحادیه اروپا نیست، اما چند دولت در اتحادیه اروپا جانبدار آقای مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا هستند؟ از 28 کشور اتحادیه اروپا 18 دولت گویدو را به رسمیت شناختند و 10 تایشان مثلا ایتالیا نشناخت، کشوری که سومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا را بعد از آلمان و فرانسه دارد. Je m'excuse, vous voulez dire que M. Trump devait être comme M. Obama à l'époque de Ahmadinejad, c'est-à-dire de ne rien dire ? ببخشید، منظورتان این است که آقای ترامپ هم مانند آقای اوباما باید ساکت میماند؟ نه، او حق دارد هر چه میخواهد بگوید و عقیده مخالف هم داشته باشد، اما دخالت در امر یک کشور حق هیچ دولتی نیست. مثلا مانند مردی به نام ایپیراز که در ایران گیت، در گواتمالا، در السالوادور و استخدام لژیونر خارجی دست داشت. ترامپ، جان بولتون آشکارا گفتند ما نیمی از نفت ونزوئلا را می‌خواهیم. این را ترامپ علنی گفت. آنچه را که باید اعتراف کرد این است. ترامپ آشکارا می‌گوید و ما هم می‌دانیم به کدام سمت می‌خواهد برود. یا مثلا تحریم‌ها در همین فرانسه که ما در آن به سر می‌بریم. به یاد بیاورید تحریم ها و جریمه های بانکی وقتی فرانسه با ایران معاملات اقتصادی انجام داد. منظورم جریمه بانک های فرانسوی است. À propos des menaces de Trump,
che se un tuceo sia avant Trump le vende per i va de otre viene se passile credi agricole eccetera. در جمع پرسش های دیگر آقای سفیر میگوید مردم ونزوئلا به هر نفع که شده میخواهند جنگی در نگیرند. یادتان هست وضعیت دوستان لیبی، دوستان سوریه. نه، ما چنین وضعی را نمیخواهیم. ما میدانیم یک جنگ چگونه آغاز میشود، اما نمیدانیم چگونه پایان میگیرد. خبرنگار یکی از رسانه‌های اسرائیلی در اینجا پرسید ابتدا بگویید وضعیت یهودیان در ونزوئلا چگونه است؟ لابد می دانید اسرائیل از دولی است که آقای گویدو را به رسمیت شناخته و از طرفی آقای گویدو حاضر شد با رسانه‌های اسرائیلی گفتگو کند. آیا پرزیدنت مادورو حاضر است عمل مشابهی را انجام بدهد؟ اول از همه درباره یهودیان باید بدانید خود من ریشه یهودی دارم. مادر من یهودی بود و خواهرزاده هایم سالهای سال در اسرائیل زندگی کردند. به دلایلی که شما بهتر می دانید قطع روابط دو کشور ونزوئلا و اسرائیل اتفاق افتاد. باید بدانید حتی پرزیدنت مادورو هم ریشه یهودی دارد. در اینجا سفیر از ارتباط قومی و خانوادگی رئیس جمهور و خودش میگوید که چگونه یهودیان وقتی اسپانیا توسط کاتولیکا فتح شد یا به سمت جنوب و افریقا مهاجرت کردند و یا به سمت شمال و کشورهای دورتر نظیر ونزوئلا آمدند. بسیاری از یهودیان بیشترشان در قرن‌های 17 و 18 و به خصوص در پایان جنگ جهانی دوم به ونزوئلا رسیدند. از اونجا که دیدار 8 روزنامه‌نگار در 75 دقیقه کاملا نمی شود در این برنامه گنجانده شود، گزیده های از این دیدار را شنید.